بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. سید رضا هاشمیان هستم و با یکی دیگه از آموزش‌های فرادرس در خدمت شما خواهم. تو این دوره آموزشی ما می‌خوایم یاد بگیریم که چطور می‌تونیم با استفاده از ابزار گوگل داکس فایل‌های خودمون رو ویرایش کنیم و از این ویرایشگر آنلاین متن استفاده کنیم. می‌تونیم بگیم که سرویس گوگل داکس نسخه مشابه نرم افزار ورد هستش که به صورت آنلاین ارائه شده، اما یه سری تفاوت‌هایی رو با هم دارن و خب که عملکرد و یه سری قسمت‌های مختلف با هم تغییر دارن، اما کلیات کارشون همین هست. خب برای دسترسی به سرویس گوگل داکس میتونید داخل گوگل سرچ کنید و حالا اون نتایجی که به شما نشون میده اولین گزینه شما رو وارد همچین صفحه می‌کنه. تو این صفحه اگر روی دکمه گو تو گوگل داکس کلیک کنید، اکانت گوگل داکس شما رو باز میکنه. توجه داشته باشید شما باید قبلش به ایمیل خودتون ساین این کرده باشید، یعنی وارد ایمیل خودتون شده باشید و خب وقتی این کار رو انجام میدید به این سرویس دسترسی دارید. یا میتونید آدرس docs.google.com رو فراخوانی کنید که فراخوانی این آدرس هم شما رو وارد این صفحه میکنه. خب اولین کاری که می‌خوایم بکنیم این هستش که یه فایل ایجاد کنیم، یعنی ساخت فایل جدید. برای ساخت فایل جدید من روش‌های مختلفی رو دارم. اولین کاری که میتونم بکنم اینه که با استفاده از گزینه بلانک یه فایل خالی ایجاد کنم، یعنی یه فایل ایجاد کنم که داخلش هیچ محتوایی وجود نداره، یا نه بیام و با استفاده از این تمپلیت‌هایی که اینجا هست یه فایل آماده رو ایجاد کنم. مثلا اینجا لیست تمپلیت ها هست، من میام و این تمپلیت رو انتخاب میکنم، میاد و یه فایل بر اساس همین تمپلیت برای من ایجاد میکنه و در اختیار من قرار میده و میتونم با استفاده از این تمپلیت اون فایل خودم رو ایجاد و حالا اطلاعات و مورد نظر خودم رو داخلش قرار بدم. خب من این فایل رو فعلا دیلیت میکنم. خب میریم سراغ فایل خامی که ایجاد کردیم. این محیط گوگل داک هستش و ابزارهایی که در اختیار من قرار میدن رو داخل این قسمت میتونم بهشون دسترسی داشته باشم. من برای صفحه بندیم دوتا خطکش دارم، یه خطکش افقی هست و یه خطکش عمودی. من برای صفحه بندی این خطکش افقی رو در دسترس دارم که حالا میتونم بیام و حاشیه ها و اون فضایی که هست رو مرتب کنم. هر تغییری هم که دادید با استفاده از کنترل زد میتونید اون تغییر رو به وضعیت قبل برگردونید و این نکته رو توجه داشته باشید که من هر تغییری میدم اینجا یه گزینه‌ای نمایش داده میشه. مثلا من یه کنترل زد میزنم، وضعیت الان من رو روی سرورهای گوگل ذخیره میکنه و دیگه روی لوکال من فایلی نیست. اگر دسترسی شما به اینترنت قطع بشه، فایل روی لوکال شما ذخیره میشه، یعنی روی کامپیوترتون ذخیره میشه و هر زمان که به اینترنت متصل شدید اون فایل رو به سرور گوگل میفرسته، اما به صورت پیش‌فرض تمامی کارهایی که انجام میده به صورت آنلاین هستن و روی سرور گوگل ذخیره میشه. خب از منوی فایل کار خودمون رو شروع میکنیم. با استفاده از منوی فایل من میتونم بیام و این فایلی که ایجاد کردم رو با افراد دیگه به اشتراک بگذارم، یعنی گزینه شیر برای به اشتراک گذاشتن هستش. پیغامی که میده میگه قبل از این که فایل رو به اشتراک بگذاریم اسمش رو تغییر بدیم. توجه داشته باشید اسم پیش‌فرض فایل Untitled Document هستش که اگر من اینجا کلیک کنم میتونم عنوان رو پاک کنم و بگم مثلا فایل تست برای آموزش گوگل داک. این میشه فایلی که من دارم. از قسمت فایل گزینه شیر رو انتخاب میکنم و این صفحه رو در اختیار من قرار میده که میتونم فایل رو با افراد دیگه به اشتراک بگذارم. این به اشتراک گذاری به چه صورت هستش؟ از قسمتی که این کادر در اختیار من قرار گرفته آدرس ایمیل مورد نظر خودم رو وارد میکنم. اگر آدرس ها روی سرویس جیمیل باشن بهتره، یعنی فایل رو با افرادی به اشتراک بذاری که جیمیل دارن. و خب بعد از اینکه ایمیل رو وارد کردم اینجا دسترسیشون رو مشخص میکنم، میگم مجوز ادیت داشته باشه، یعنی کن ادیت یعنی بتونه ویرایش کنه، کن کامنت یعنی بتونه کامنت بذاره، کن ویو یعنی ببینه. پس اینجا بسته به اون مجوزی که میخوایم به شخص بدیم اون گزینه رو انتخاب میکنم. میتونم روی گزینه ادوانسد کلیک کنم و تنظیمات پیشرفته تری رو ببینم، بگم که
فایل به صورت پرایوت هستش، یعنی خصوصیه. یا نه چنج رو بزنم بگم هر شخصی که لینک فایل رو داشت، یعنی من این لینک فایل رو کپی میکنم توی چت یا حالا توی ایمیل برای شخصی میفرستم، شخص روی لینک کلیک میکنه و وارد این فایل میشه. اگر شخصی لینک فایل رو داشت بتونه فایل رو بهش دسترسی داشته باشه، دسترسیش ادیت باشه، کامنت باشه یا ویو. خودم اینجا مشخص میکنم، مثلا میذارم ادیت، ذخیره میکنم، لینکش رو کپی میکنم و روی گزینه دان کلیک میکنم. الان من داخل ایمیل خودم هستم، اما اگر داخل حالت اینکاگنیتو وارد بشم، خب وارد ایمیل خودم نشدم دیگه، همونطور که مشاهده میکنم صفحه اکانت ها رو به من نشون میده. اگر بیام اینجا لینک فایل رو وارد و اینتر بزنم، همونطور که مشاهده میکنید فایل رو میتونم بهش دسترسی داشته باشم و داخلش ادیت رو انجام بدم. بنویسم سلام. الان به من نشون میده که یه اکانت دیگه ای هم اینجا لاگین هستش. خب این الان فایل خودمه و همونطور که مشاهده میکنید یه نفر دیگه بهش دسترسی داره. من چون داخل اکانت خودم لاگین شدم، برای شخص مقابل اسم من رو نشون میده، اما برای من که شخص مقابلم داخل اکانتش لاگین نشده و ناشناس هست، یه عکس اینجا نشون میده و یه اسمی براش میذاره. خب من حالا میام از طریق همین قسمت شیر میگم هر شخصی با لینک فقط بتونه ویو داشته باشه، ذخیره میکنم. اگر توجه کنید من یک بار به روز رسانی کنم اینجا میزنه فقط میتونم ببینم دیگه، اجازه ویرایش به هم نمیده. و همینطور اگر از داخل این قسمت شیر بیام بگم آف باشه، یعنی فقط خودم یا اشخاص مورد نظر بتونم بهش دسترسی داشته باشن، اینجا رو یک رفرش کنم، میگه که به ایمیل خودم لاگین کنم. یا نه اصلا بیام بگم که شیر ادوانسد فقط خودم دسترسی دارم، یا نه حالت مقابلش هم هست، میگم فعال باشه، هر کسی که توی اینترنت یا سرچ زد بتونه این رو بهش دسترسی داشته باشه. بسته به اون حالت امنیتی که مد نظرتون هست میتونید تغییرات مورد نظرتون رو اعمال کنید. همینطور میتونید افراد مختلف رو اینوایت کنید، اسم شخص رو وارد کنید، مثلا یه ایمیلی داره شخص، وارد میکنید، میشناسه و اینجا نشون میده. اگر تیک و گزینه نوتیفای پیپل رو داشته باشید، وقتی که روی گزینه سند کلیک میکنید و به شخص مجوز دسترسی میدید، یه ایمیل هم توی اینباکسش ارسال میشه. این صورت میتونید داشته باشید. و خب من تیک نوتیفای رو برداشتم، یعنی گفتم بهش ایمیل نفرسته، داره از من میپرسه که آیا میخواید بدون ارسال ایمیل فایل رو باش به اشتراک بگذاری؟ میگم بله. الان فایل با اون شخص به اشتراک گذاشته شده و من اینجا میتونم اون حساب کاربری رو ببینم و اگر خواستم مجوزش رو ببندم و ذخیره کنم. به این صورت من میتونم بیام و فایل رو با افراد دیگه به اشتراک بگذارم. گزینه بعدی که بعد از شیر داریم گزینه نیو هستش، که من میتونم بیام و یه فایل جدید ایجاد کنم، یه سند جدید، یه اسپریدشیت جدید، یه پریزنتیشن فرم و یا دروینگ، یا بر اساس تمپلیت هایی که هست یه فایل جدید ایجاد کنم، یا کنترل او رو بزنم، یا از گزینه اوپن استفاده کنم و فایل هایی که روی سرورم هست و فایل هایی که روی درایوم هست، یعنی گوگل درایو، اونها رو ببینم و انتخاب و بازشون کنم. بعد از گزینه اوپن گزینه رینیم رو دارم که وقتی انتخابش میکنم کادر نام رو برای من انتخاب میکنه و میتونم بیام و اسم فایل رو تغییر بدم. همینطور میک کپی رو دارم که وقتی این گزینه رو انتخاب میکنم یه کپی از این فایل ایجاد میکنه، فقط بعد اسمش رو تغییر بدم، مثلا بگم گوگل داک 2 و بگم توی درایو من ذخیرهش کنه. و اگر بخواید با افراد دیگه به اشتراک بگذارید، تیک شیر ایت ویت سیم پیپل رو انتخاب میکنید، در غیر این صورت تیکش رو برمیدارید و اوکی رو میزنید. فایل جدید رو ایجاد میکنه و داخل این قسمت در اختیار من قرار میده و برای من باز میکنه داخل یک تب جدید. به این صورت میتونم بیام و از فایل خودم کپی ایجاد کنم. همینطور میتونم فایل رو به یه پوشه خاص انتقال بدم. الان من داخل، یعنی بگم docs.google.com، هیچ پوشه بندی ندارم. میتونم با استفاده از گوگل درایو یه پوشه بندی رو ایجاد کنم
و بعد از اینکه اون پوشه بندی رو ایجاد کردم، حالا اینجا هم میتونم به گزینه درایو کلیک کنم. بعد از اینکه پوشه بندی رو ایجاد کردم، پوشه بندی ها اینجا هم نمایش دادن شد. یعنی این فایل هایی که من اینجا ایجاد میکنم داخل گوگل درایو من ذخیره میشه و میتونم بهشون دسترسی داشته باشم. خب الان گوگل درایو من هم باز شد. همونطور که مشاهده میکنید فایل ها رو اینجا دارم. میتونم نیو فولدر کنم، مثلا بگم فایلز یا داکس، و الان یه پوشه دارم. اگر بیام اینجا بگم موف تو، پوشه بندی ها رو به من نشون میده. مثلا این گزینه رو انتخاب میکنم، میگم موف، و این فایل الان به داخل اون پوشه انتقال پیدا کرد. کافیه تا اینجا یک رفرش داشته باشم. همونطور که مشاهده میکنید فایل آموزش گوگل داک من نیست، و وقتی وارد پوشه داکس بشم این فایل اینجا در دسترس هستش. یعنی میتونم با استفاده از گوگل درایو پوشه بندی ها رو ایجاد کنم و با استفاده از گزینه موف تو اینها رو انتقال بدم. همینطور گزینه موف تو ترش رو دارم که با استفاده از این گزینه فایل رو به سطل زباله انتقال میده. و من همونطور هم که خدمتون عرض کردم، وقتی فایل رو ادیت میکنید اینجا میاد و ذخیره میکنه، و همین ذخیره کردن های تاریخچه ویرایشی در اختیار من قرار میده که اگر روی همین کلیک کنم یا از داخل ورژن هیستوری، سی ورژن هیستوری این کار رو انجام بدم، به من لیست کامل تغییرات فایل رو نشون میده. مثلا اینجا و هم میگه که توی این تاریخ و این ساعت فایل ایجاد شده و این محتوا توش بوده. توی این تاریخ و این ساعت خود حساب کاربری هاشمی و یه یوزر ناشناس اومده تغییراتی داخلش داده، که میتونم بگم که مثلا تا اینجا که خالی بود اینجا اومده این محتوا قرار گرفته. Restore this version رو بزنم، Restore رو انتخاب کنم و اون فایل رو برگردونه و حالا اون تغییراتی که توی اون ساعت انجام شده بود رو در دسترس من قرار بده. از قسمت فایل میتونم بیام و مشخص کنم که همین فایلی که الان باز هست برای من روی سیستمم دانلود بشه. بعد از گزینه دانلود از که من مشخص میکنم فایل من با چه تمپلیتی دانلود بشه، مثلا 10 قالب PDF دانلود بشه، حالا باز میکنیم به این صورت هست، با استفاده از گزینه پابلش آن ده وب من میتونم بیام و فایل خودم رو داخل وب منتشر کنم. به چه صورت؟ بیام و یه لینکی براش ایجاد کنم، یعنی بگم روی حالت لینک اینو پابلش کنه و از من میپرسه که آیا میخوای این گزینه رو انتخاب کنی. اگر روی اوکی بزنم این روی وب منتشر میشه. اما انتشار روی وب به چه معناست؟ انتشار روی وب به این معنا هستش که اگر کسی داخل موتور جستجوی گوگل چیزی رو سرچ کرد که این فایل مرتبط با اون بود، این فایل رو هم توی نتایج جستجو به کاربر نشون میده. من روی کنسل کلیک میکنم. یه حالت هم هستش که حالت امبد هستش. کاربر وقتی کلیک میکنه این فایل رو به صورت امبد میبینه. داخل قسمت پابلیشد کانتنت اند سیتینگ من میتونم بیام و ببینم که چه محتوایی منتشر شده و یک سری تنظیمات براش انجام بدم. توجه داشته باشه چون من فایل رو پابلش نکردم الان داره به من گزینه استارت پابلشینگ رو نمایش میده، اما اگر پابلش شده باشه وضعیت محتوای منتشر شده رو نشون میده. و همینطور یه گزینه ای دارم تحت عنوان اوتوماتیکالی پری پابلش ون چنج آر مید، و گزینه هم که اینجا مشاهده میکنید به این معنا هستش که هر زمان شما تغییری رو روی فایل ایجاد کردید به صورت خودکار بیاد و فایل رو اتومات پابلیشش کنه، یعنی مجددا بیاد و توی محیط وب پابلیشش کنه. خب من این رو میبندم و میرم سراغ گزینه بعدی، گزینه ایمیل کلابریتورز، که این گزینه میاد و فایل رو به همکاران شما ایمیل میکنه و اونها هم میتونن بیان و این فایل رو بهش دسترسی داشته باشن و ازش استفاده کنن. توجه داشته باشید این کادر مثل کادر به اشتراک گذاری هستش و خب فایل در اختیار اون افرادی که شما ایمیلشون رو وارد کنید قرار میگیره. ایمیل از اتچمنت به این معنا هستش که میاد و این فایل رو به یه شخصی ایمیل میکنه، یعنی کادر ارسال ایمیل رو بهتون نشون میده، و فایلی که الان باز هست تحت یکی از قالب‌هایی که اینجا براش مشخص می‌کنید اتش میشه. یعنی اگر من مثلا بگم PDF باشه و یه آدرس ایمیلی رو وارد کنم و ارسال کنم، الان میام و ایمیل خودم رو چک می‌کنم. همونطور که مشاهده می‌کنید ایمیل ارسال شده و اون فایل گوگل داکی که داشتم
به یک فایل پی دی اف تبدیل شده و توی ایمیل اتچ شده و میتونم به این صورت هم فایل خودم رو در اختیار سایر کاربران قرار بدم. گزینه بعدی گزینه داکیومنت دیتیلز هستش که جزئیات سند رو میبینم که توی چه پوشه‌ای هست، صاحبش کیه، چه تاریخی آخرین ویرایش اعمال شده و چه تاریخی فایل ایجاد شده. و همینطور گزینه لنگویج میتونم بیام و مشخص کنم که زبان فایل به صورت پیش‌فرض چی باشه و با استفاده از گزینه پیج ستاپ تنظیمات صفحه رو انجام بدم. نوع صفحه رو مشخص کنم، اینکه صفحه من عمودی هست یا برعکس به این صورت صفحه افقیه و همینطور سایز کاغذ رو براش مشخص کنم، مثلا میگم A4 هست، پورتریت. رنگ صفحه رو اینجا میتونم مشخص کنم. حاشیه از اطراف یعنی بالا، پایین، چپ، راست بر اساس اینچ حاشیه رو وارد کنم و روی اوکی کلیک کنم. این تغییرات اعمال میشه. اگر گزینه‌ای که تحت عنوان ست از دیفالت هست روش کلیک کنم، این تنظیمات به عنوان تنظیمات پیش‌فرض گوگل داک من ذخیره میشه و هر وقت که بخوام فایل جدیدی رو ایجاد کنم میاد و از این تنظیماتی که اینجا براش مشخص کردم استفاده میکنه. داخل منوی فایل گزینه آخر هم گزینه پرینت هستش که صفحه پرینت رو به من نشون میده و میتونم بیام و فایل خودم رو پرینت کنم. خب دوستان، کار من اینجا با منوی فایل به اتمام رسید. توی قسمت بعدی با منوی ادیت و سایر منوها و ابزارهایی که داخل این ابزار گوگل داک هستن آشنا میشه.